پاسخ جبهه مقاومت به عملیات حمید خراسانی بالای قرارگاه های جبهه مقاومت. 3 نیروی تحت امر خراسانی کشته شد. جزئیات بیشتر این خبر. سلام رحیمی و دیدار امیرخان متقی آمد. طالبان به هر در و دیوار میکوبند تا جیب‌های مردم را تخلیه کنند. و آخرین جزئیات از حمله بر منزل محمد خان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مختار وفایی روی صفحه فیسبوک اش نگاشته است: پنشیر. ساعت قبل 3 جنگجوی تحت امر حمید خراسانی از فرماندهان گروه طالبان در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی در روستای منجهور از مربودات مرکز پنشیر کشته شدند. منبع از محل میگوید حمید خراسانی پس از درخواست نیروی کمکی تلاشی خانه و خانه را در روستای مذکور را انداخته است. عکس ها از وسایط حمید خراسانی است. این در حالی است که روز گذشته خراسانی گفته بود بالای یکی از قرارگاه های منافقین عملیات تصفیه‌ای داشتیم. عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پنچیر با موج، میگوید که عملیات تصفیه‌ای را بالای یکی از قرارگاه های جبهه مقاومت انجام داده و یک بار دیگر تاکید میکند که اگر مقاومتگران با امارت نپیوندند سرکوب میشود. او همچنان با نشر ویدیوی دیگری گفته بود که یک مخفیگاه جبهه مقاومت به دست او افتاده است و هیچ مقاومتگری وجود ندارد. اما امروز 3 تن از افراد تحت امرش کشته شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما همراه باشید. مختار وفایی همچنان نگاشته است: سلام رحیمی، با پوشیدن پیراهن تنبان، گذاشتن ریش و لنگی به کابل برگشت و با طالبان بیعت کرد. طالبان از صحبت‌های او انگام بیعت با امیرخان متقی ویدیو منتشر کرده و چشم‌ها و حقارتی که در نگاهش نهفته است ببینید. او و معصوم استانکزی قرار بود برای ما صلح بیاورند. او از شاه‌دزدهای دولت اشرف غنی است و حالا هم چیزی برایش تغییر نکرده است. مختار وفایی در ادامه نگاشته است: طالبان به هر در و دیوار میکوبند تا جیب‌های مردم را تخلیه کنند. به تازگی به همه بانک‌ها دستور داده شده از پولی که شهروندان افغان از خارج از افغانستان از طریق وسترن یونین می‌فرستند باید 5-10% آن به خزانه طالبان واریز شود. این یک دزدی آشکار و علنی است. طالبان همچنان از پولی که سازمان‌های خارجی به معلمان و کارکنان صحی به عنوان حقوق ماهوار می‌پردازند مالیه می‌گیرند. طبق تفاهم قبلی و همچنین بر اساس اعلامیه‌های سازمان‌های خارجی حاضر نیستند به طالبان به عنوان یک دولت غیرقانونی مالیه بدهند. مختار وفایی نگاشته است: در حمله مردان مسلح ناشناس بر منزل انجینیر محمد خان، معاون پیشین ریاست اجرایه، پسر و محافظش کشته شدند. بلال سروری گزارش داد که این حمله ساعت 2 گذشته در کابل رخ داده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.